به نام خدا با عرض سلام خدمت کاربران وبسایت مکتب خونه در این جلسه دوستان میخوایم بپردازیم به ایجاد فیلتر شخصی یا کاستوم فیلتر در فریمورک فلاسک در جلسه قبلی پرداختیم به فیلترهای بیلتین یا فیلترهایی که از قبل در فریمورک فلاسک تعریف شده بود و به طور کامل فیلترها رو بررسی کردیم حالا در این جلسه میخوایم یاد بگیم که چگونه برای خودم یک فیلتر شخصی ایجاد بکنیم و ازش استفاده بکنیم در پروژه هایی که داریم بریم سراغ ویرایشگرمون و با این موضوع به طور کامل آشنا بشیم در جلسه قبلی با فیلترهای درونی یا بیلتین آشنا شدیم حالا اگر بخوایم یک فیلتر شخصی ایجاد بکنیم یک فیلتر کاستوم ایجاد بکنیم باید چه کاری رو انجام بدیم خب ما اینجا از اپ استفاده می‌کنیم دیکوریتور اپ درون اپ یک حالا میشه گفت متدی وجود داره با نام template filter template filter از این متد میتونیم استفاده بکنیم برای ایجاد یک فیلتر شخصی خب template filter از ما یک تابعه یا end میخواد که ما اینجا باید تعریفش بکنیم اون تابه رو به عنوان مثال نام تابه رو در نظر میگیرم reverse reverse string نام فیلتر ریورس استرینگ در نظر میگیرم هر نامی رو که برای تابع در نظر بگیریم دقیقا همون نام فیلترتون خواهد بود که در جینجا تمپلت قراره ازش استفاده بکنیم خب توابعی که ما اینجا داریم از ما حتما یه دونه مقدار رو دریافت میکنه یعنی در ورودی این توابع باید یک مقداری رو داشته باشیم من مقدار دیتا رو اینجا براش تعریف میکنم پارامتر دیتا رو تعریف میکنم و باید مقداری رو هم ریترن بکنیم حتما من میگم که آقا شما بیا چیکار کن این دیتا رو بیا بر ما معکوسش بکن برعکسش بکن یک چنین فیلتری رو میخوایم تعریف بکنیم خب برای این کار کافیه اندیسش رو باز کنیم و بگیم که منفی یک وقتی که این کار رو انجام بدیم کامل برای ما اون رشته که هست یا اندیستی که هست ریورس میشه معکوس میشه حالا فی یک فیلتر شخصی ایجاد کردیم میتونیم ازش در قالبی که داریم استفاده بکنیم به عنوان مثال من اینجا تکس هلو رو تایپ میکنم و فیلتر ریورس استرینگ رو میخوام روش اعمال بکنم برنامه خودمون رو باید یک بار اجرا بکنیم و بریم با همدیگه تست بگیریم و ببینیم که قضیه از چه قرار رفرش میکنیم بله همینطور که مشاهده میفرمایید متن ما برعکس شده ریورس شده و فیلتر ما به درستی اعمال شده ما الان تونستیم یک فیلتر شخصی رو به طور کامل ایجاد بکنیم خب تو این قسمت من اگر این فیلتر رو وردارم هلو ورد رو کامل بدونش مشکلی مشاهده میکنیم حالا این فیلتر رو دوباره اعمال میکنم تا نتیجه رو کامل بررسی بکنید خیلی عالی شد از ایجاد یک فیلتر شخصی در فریمورک فلاس یک ف... حالا میشه گفت فیلتری رو هم جا گذاشته بودیم در جلسه قبلی که تو این جلسه میخوایم بررسیش کنیم فیلتر رندوم چه کاری رو برای ما انجام میده؟ ما یه فیلتر داریم با نام رندوم فیلتر رندوم رندوم فیلتر رندوم بعد شامیت برای ما چی کار میکنه؟ میاد به شکل تصادفی آیتمی رو از یک مجموعه انتخاب میکنه و به ما نمایش میده خب ما از این فیلتر میتونیم استفاده بکنیم برای انتخاب تصادفی یک آیتم از یک مجموعه به عنوان مثال من اینجا میگم نامبرز و فیلتر رندوم رو بر روی این نامبر اعمال میکنه به شکل تصادفی آیتمی رو از نامبر دریافت میکنه و در صفحه بهمون به نمایش میده من رفرش میکنم عدد 9 رو اینجا داره بهم به نمایش میده حالا دوباره رفرش میکنم 16 6 48 دوباره 12 همینطوری با هر بار رفرش کردن یک آیتم تصادفی رو داره بهمون به نمایش میده فیلتر رندوم خیلی از جاها کاربرد داره مثلا ما داریم پست های خودمون رو در وبسایت نمایش بدیم میخوایم یک قسمت پست های تصادفی رو هم نمایش بدیم خب اینجا میام از فیلتر رندوم استفاده میکنیم برای این موضوع و حالا کاربردهای خاص دیگه هم داره که در پروژه ها در جای مناسب میتونیم ازش استفاده بکنیم در این جلسه یاد گرفتیم که چگونه یک فیلتر شخصی ایجاد بکنیم و ازش در برنامه استفاده بکنیم ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید لطفا تمرین کنید مثالهای مختلفی رو بزنید تا بتونید مطالب رو به خوبی درک کنید تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ و عزیز میسپارم خدا نگهدار